سرزمین عراق سال 61 هجری، حاشیه صحرا غرب رود فرات، ده‌ها هزار تن در برابر یک مرد. دهمین روز محرم حماسه‌ای بزرگ رقم می‌خورد و خاک خون خدا را در آغوش می‌کشد. حرکت امام هجرت بود. هجرت قضیهش با مسئله جنگ و قیام مستقیم فرق میکنه. قوم یزید و قوم عمر بن سعد باعوا الدین، ضحوا بالدین من اجل الدنیا. همه یه مراتب امتحان در کربلا هست، هم رفوزه داره هم قبول. عمر بن سعد عندما كان يقاتل من اجل الولايه وغيره من اجل ان يصل الى رضا الامير. آنچه بر اونها میمونه یک بدنامی، یک بدنامی ماندگار. امام حسین was not leading a guerrilla rebellion. وضعیت امر به جهاد و شهادت تغییر پیدا کرد به درخواست اذن برای شهادت. به اعتقاد من اگه 10,000 تا نامه دیگه هم نوشته می شود قمربندی هم شما آدم نبود که حسین رو رها کنید. حسین علیه السلام قائلا هیهات من الذله. ندای عاشورا جهانیان را از هر دین و آیین به خود جلب می کند. مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. اکنون 13 قرن از حماسه آن مرد خدا می گذرد. اینجا کربلاست، وعدگاه هزاران هزار زائر عاشق و یک نام حک شده بر تمامی دلها و ذکر همه لبها، حسین ابن علی. روز دوم محرم سال 61 هجری، کاروان امام به اجبار در سرزمینی به نام کربلا متوقف می شود. ابن زیاد نامه‌ای به امام حسین علیه السلام می نویسد و ایشان را در مورد عدم بیعت با یزید تهدید می کند. ابن زیاد عمر سعد را به همراه لشکری برای جنگ با امام راهی می کند. یک نگاه عمومی و کلی میشه تشخیص داد که چون حرکت امام هجرت بود و هجرت قضیهش با مسئله جنگ و قیام مستقیم فرق میکنه. هجرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم من مکه الى المدینه یوم هاجره و هجرت الامام الحسین من المدینه الى کربلا، الهجرتان كانتا امتثالا لأمر الله، كانتا تسليما لأمر الله. الحدث الحسيني أو الهجرة الحسينية هي بداية ناجمة عن تسليم لأمر الله، عن امتثال، وهي بالتالي تحولت إلى حدث تاريخي. أما إيشون تكليفي داشتن انجام دادن، مردم هم تكليفي داشتن. اگر كوفيان به میدان آمده بودند، اگر اصحاب و یاران خودخواهی نکرده بودند همراهی میکردند، اگر کسانی که خواستی که وظیفه حمایت داشتن حمایت کرده بودند، تمام اینها میتوانست وضعیت رو طور دیگری رقم بزنه. سوم محرم سال 61 هجری، عبیدالله بن زیاد در کوفه به منبر میرود و یزید را نیکو سیرت خطاب میکند. او میگوید یزید 4,000 دینار برای من فرستاده تا بینتان قسمت کنم و شما را به جنگ دشمنش حسین ابن علی ببرم. هر کدام از بازرگانان و ساکنان کوفه 100 دینار هدیه می گیرند و برای جنگ با امام حسین آماده می شوند. قوم یزید و قوم عمر بن سعد باعوا الدین، ضحوا بالدین من اجل الدنیا لکی یصلوا الى مراکز أكان في الري أو في الكوفة أو في الشام أو في غيرها، يستعبد الناس
بكلمة الله سبحانه وتعالى أو بالأذان أو بالصلاة وهم عنها يعني معرضون، هم يقولون ما بألسنتهم يقولون بألسنتهم ما ليس بقلوبهم ولا بعقولهم ولا بسلوكهم ولا باجتماعهم. نلاحظ أن بعض الشخصيات التي كانت تقاتل في مواجهة الإمام الحسين كانت معروفة في ولائها فيما مضى للإمام علي عليه السلام ومن بعده لأبنائه، ولكن عندما يصبح الإنسان عبدا لمصالحه الخاصة، عبدا للمصالح المادية، يفقد حريته. وهم في الحقيقة كانوا عبيدا. إذا همون شب اس ابن ربعی که آخرین نامه رو به امام حسین علیه السلام امضا کرده، اول کسی است که بیعتش رو با مسلم میشکند، به عبیدالله زیاد میپیونده، فرمانده پیادگان عمر سعد میشه در فاجعه کربلا، به اعتبار اینکه ما خلیفه مسلمین رو یاری کردیم و مخالف او رو از بین بردیم. منحرفان در برابر سیره نبوی موضعی خلاف در پیش گرفتند. این موضع نادرست منجر به رویدادی بس عظیم می شود که در نتیجه آن خون بهترین خلق خدا بر زمین می ریزد. اما آیا انحراف امت اسلامی پس از به قدرت رسیدن یزید اتفاق افتاده است؟ چرا این انحراف قبل از قدرت یافتن یزید به شکلی که در کربلا آشکار شد نمایان نشده بود؟ باعتقادي انا انهم يعني كانوا ايضا اضافه الى اعتقادهم الضيق بالقبليه والحكم كانوا ايضا يحاربون الاسلام. هذه يعني باعتقادي هي ذروة القول، أنهم كانوا يحاربون الدعوة من خلال خروجهم أو من خلال قتالهم أو من خلال محاولة فرض هذه القيم على الإمام الحسين عليه السلام. كانوا يريدون أن يصلوا إلى إذلال من يعتقد بالإسلام، وهذا ما رفض الإمام الحسين عليه السلام قائلا هيهات من الذلة. القيمة الثانية اللي حكينا عنها داخل الإسلام اللي هي قيمة التقوى، بيوازيها قيمة أخرى اللي هي قيمة المصالح، قيمة المصالح والكلام عنها. لذلك نلاحظ أنه ما قام به يزيد هو محاولة الدفاع عن مصالح التي نشأت نتيجة التطورات التي حصلت داخل المجتمع الإسلامي، والتي أدت إلى حد كبير إلى وجود مجموعة من الأفراد لهم مصالح في استمرار الحكم الأموي بما هو سلطة سياسية. شب 8 محرم سال 61، عمر سعد به اعتبار موقعیت سیاسی و اجتماعیش به عنوان فرزند یکی از صحابه فاتح عنصر راهگشای حکومت یزید می شود و به کربلا می آید. او بین دو اردوگاه با امام حسین علیه السلام ملاقات می کند و دستور عبیدالله را با امام در میان می گذارد. امام می فرماید وای بر تو، آیا از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست پروا نمی کنی که با من بجنگی؟ تو می دانی من فرزند رسول خدا هستم، اینان را رها کن و با من باش تا من تو را به خداوند عزوجل نزدیک سازم. همه یه مراتب امتحان در کربلا هست، هم رفوزه داره هم قبول داره. بله بعضی برای پول، برای مال پشیزی خیلی کم، که خدا رحمت کنه آیت الله شهید مطهری رو، من یادم یه وقتی ایشون با نرخ روز محاسبه کرده بودن که به اینه که من کربلا که چقدر داده بودن، اونا چه پول گرفته بودن. خیلی کمه. مثلا فرض کنید نمونم 500,000 تومان 50,000 تومان طرف گرفته بود باشه، اونا کرد ما این شکلی داری که با یه چیز اندکی. بله بالاتر هم هست، وعده و وعیده های بالاتر هم هست، ملک رعی هم هست وعده دادن. تا طرف کی باشه و چند بیارزه خریدنش، افرادو به قیمت میخرن، این رو بدونید، هممونو به قیمت میخرن. ممکنه بنده مثلا با 1,000,000,000 تکون نخورم، حالا 2,000,000,000 چی؟ حالا 3 تا چی؟ 10 تا بشه چی؟ بعدم اگه از همه اینها، اگر از امور مالی و اینا طرف بگذره، بحث همون که گفتم مقام و
شهرت و اینا، برخی خب فرماندهی به اینها دادن، مسئولیت به اینها میدادن و سر اینها اینها زمین خوردن. در حالی که عجیبه، ای آقا مثلا قبلا در جنگ صفین بوده، زخمی هم بوده، جزء به اصطلاح زخمی های جنگ صفین، یا قومده کربلا جزء فرماندهانه. الدنيا وحب الدنيا وحب المنصب، طبعا هذا الكلام هو كلام القادة والرؤساء، لا نستطيع أن نقول هذا كلام كل الجيش اللي كان يواجه الإمام الحسين. عمر بن سعد پاسخ می‌دهد: یا ابا عبدالله، بیم آن دارم که خانه‌ام ویران شود. امام به او وعده می‌دهد که خانه اش را بازسازی می‌کند. عمر ابن سعد می‌گوید: می‌ترسم املاکم را تصاحب کنند. حضرت می‌فرماید: در حجاز بهتر از آن به تو داده می‌شود. عمر ابن سعد می‌گوید: برای خانواده‌ام می‌ترسم. امام سلامتی آنها را تضمین می‌کند. در این لحظه دیگر ابن سعد چیزی نمی‌گوید. لكن هذه الشخصية بعد فعل القتل حكمة نوع من الشعور بالذنب، لأنه الشخصية المترددة الذي ما بيكون إلى أي موقف في الاختيار حاسم، سواء كان سلبي أو إيجابي، تبقى شخصية مهزوزة، أي بمعنى لعبة أو عرضة للتلاعب فيها بيد السلطة، وهذا ما حصل له. إن دي خانواده سرشونو بلند نمتونن بکنن. نام این شهید رو بر سر کوچه و بازار، بر سر کوچه محلشون، بر سر محلشون، بر سر خیابان شهرشون نمیگذارن. بدنامی است آنچه بر اونها میمونه، یک بدنامی ماندگار. عمر سعد به اردوگاه خود باز میگردد، در حالی که سخت آشفته و مردد است، و در نامه ای به عبیدالله مینویسد: حسین حاضر است به جایی که از آن آمده بازگردد. شمر عبیدالله را از گفتگوی عمر سعد و امام حسین با خبر می کند. عبیدالله در جواب شمر نامه ای به این مضمون می فرستد: ابن سعد را به داشتن موضعی محکم در برابر فرزند علی ابن ابی طالب ترغیب کن. اگر او نپذیرفت فرمانده لشکر باش. گردن حسین را بزن و سرش را برای من بفرست. شمر تا مقابل اردوگاه امام حسین علیه السلام می آید و با صدای بلند فرزندان ام البنین را که بزرگترین آنان عباس بود فرا می خواند، اما پاسخی نمی آید. امام حسین علیه السلام به برادران خیش می فرماید: پاسخش را بدهید، او اگر فاسق هم باشد از دایی های شماست. الامام الحسین في الممارسه الاخلاقيه في كربلاء لم يكن يريد ان يقول لنا ما هو قبيح وما هو حسن، لانه كل الناس يمكن من خلال عقلها او فطرتها ان تميز بين القبح والحسن. الامام الحسین اراد ان يلفت انتباهنا الى الجانب الفلسفي الاخلاقي الذي يركز بشكل يعني ينتقل من عملية التمييز بين القبح والحسن إلى كيفية امتلاك الإنسان للإرادة من أجل الممارسة الأخلاقية. از نظر بنده اصلی ترین عنصر حادثه عظیم عاشورا عنصر تربیتیش بوده، بعد از عنصر عرفان و جهانبینی توحیدی، و او زیرساخت اصلی محسوب میشه. اون چیزی که این حادثه رو شکل داده در واقع سیر تربیتی بوده که اهل بیت و اصحاب طی کردن. حضرت عباس و برادرانش فرمان امام را اطاعت میکنند. آنها از شمر میپرسند: چه میخواهی؟ شمر اما نامه ای عرضه کرده و می گوید: ای خواهرزادگان من، شما در امانید، خود را با برادرتان حسین به کشتن ندهید و از امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه اطاعت کنید. عباس ابن علی جواب می دهد:
ما نیازی به امان تو نداریم. امان خداوند از امان ابن مرجان بهتر است. شمر خشمگین می شود و به اردوگاه خود باز می گردد. یک چه کمر بنی هاشم باشه. بودید برای شما امان نامه اومدید. پیدا دشمن به ایشون هم طمع داره. امید بسته. اما حالا شما حدس بزن. اگر چند تا امان نامه دیگه برای حضرت قمر بنی هاشم می اومد ایشون می رفت اون وقت. به اعتقاد من اگه 10,000 تا نامه دیگه هم نوشته می شود قمر بنی هاشم آدم نبود که حسین رو رها کنه بره اون. چرا؟ رسیده بود به این که اطاعت حسین اطاعت خداست. شخصیت الشمر مازوشیه هون کون عنده تبخیص لنفسه و لذاته ای ذاته مهانی و مزلی و بالتالی هده مما یجعل فیه الخوف و القلق كامل لكي ما تخرج هذه المهانة الذاتية لتحطيم ذاته ممكن تؤدي إلى الانتحار أو إلى القتل الذاتي. اللي كان في مواجهة الإمام الحسين الذي كان يدرك من يقاتل ولعله مش كل الجيش يدرك، ولكن في شخصيات المركزية نلاحظ أنه هذا التردد يظهر حتى مع عمر بن سعد في بعض الأحيان. نلاحظ أنه يظهر أيضا في زعماء بعض الجند الذين كانوا يأبون الهجوم على معسكر الإمام الحسين. كان دائما هناك نوع من التردد، كان لابد من خروج شخصية من شخصيات المعسكر المقابل لكي يحثهم على القيام بهذا الأمر حتى يبدأوا. عصرگاه روز نهم محرم است. ابن سعد فریاد میزند ای رزم آوران خدا سوار شوید و به بهشت شادمان باشید. سپاهیان سوار می شوند و به سوی اردوگاه امام حسین علیه السلام لشکر می کشند. امام حسین علیه السلام در مقابل خیمه نشسته است. بانو زینب سلام الله علیها خواهر امام با شنیدن صدای خروش لشکریان نزد برادر می آید و می گوید برادر میشنوی؟ صداهایی به گوش میرسند. في المعسكر المقابل إذا نظرنا إليه نلاحظ أن معظم الذين كانوا يقاتلون كان دائما في مقابل قيمة الرحمة كان هناك قيمة الاستئثار، كانت هناك قيمة في كيفية أن أصل إلى الأهداف التي أسعى إليها. فعمر بن سعد عندما كان يقاتل كان يقاتل من أجل الولاية وغيره من أجل أن يصل إلى رضا الأمير. متأسفانه در سپاه عمر سعد لعنت الله علیه در کربلا یک شامی وجود نداشت، همه کوفی بودند. منتها همین کوفیان رو که با ارعاب عبیدالله روانه کرد ما نقل هایی داریم خیلی هاشون توی راه فرار کردند، گریختند. اینا رو میفرستاد، داریم که 3000 نفر 4000 نفر همینطور آماده میکرد، از کوفه اعزام میکرد، بین راه خیلی ها فرار میکردند. من دارم روی این قضیه کار میکنم چون نقل هایی که ما داریم راجع به شمار جنایتکاران حاضر در کربلا، مثلا نقل داریم که اینا 70,000 نفر بودن، نقل داریم 30,000 نفر که نقل مشهور رو 30,000 نفر گرفتن. عباس ابن علی به دستور امام با گروهی حدود 20 سوار از جمله زهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر مقابل لشکر یزید آمده و علت آمدنشان را میپرسد. آنها میگویند دستور امیر این است که به شما پیشنهاد کنیم فرمان او را بپذیرید و تسلیم شوید و اگر نپذیرفتید با شما بجنگیم. عباس پیام آنها را به امام میرساند. امام میفرماید بازگرد و اگر توانستی امشب را از آنان مهلت بگیر و جنگ را به سپید دم فردا بیفکن تا امشب نماز گزارده نیایش کنیم و از خداوند آمرزش بخواهیم. ابن سعد پس از مشورت موافقت می کند که تا روز بعد به کاروان امام مهلت دهد. امام حسین was not leading a guerrilla rebellion. He was not hiding in order to ambush the Syrian army. He didn't look for the fight. Yazid was so insecure by the fact that the Prophet's favorite grandson, a legitimate claimant to leading the Muslims, هي قائد وقائد حازم يحدد الأمور وبشكل واضح.
يعني أنه ليس مغررا به، ليس مغشيا على عينيه، هو مدرك كنه الحقيقة، مدرك كنه المعركة. شب نهم محرم نزدیک می شود. امام حسین علیه السلام یاران خود را فرا می خواند و پس از حمد و ثنای الهی می فرماید: من اصحاب و یارانی بهتر از اصحاب خود و اهل بیتی پاکتر و نزدیکتر از اهل بیت خود نمی یابم. خداوند به همه شما اجر دهد. می توانم تصور کنم که فردا با این دشمنان چه روزی خواهیم داشت. من شما را اجبار به کاری نمی کنم. به هر راهی که دوست دارید بروید. امام از همراهان خود می خواهد که از تاریکی شب استفاده کنند و به خانه های خود بازگردند. شب عاشورا با عبدالله الحسین علیه السلام امر به جهاد فی سبیل الله را از یاران خودش برداشت و فرمود ما اهل بیت بر خودمون حرام میدونیم کسی رو اغوا بکنیم، کسی رو فریب بدیم. من به شما صادقانه میگم آنچه که فردا اتفاق خواهد افتاد. فردا من به شهادت میرسم. در واقع فرمودن که بود و نبود شما برای تغییر دادن این وضع اثری نخواهد داشت. و بعد فرمودن که من از شما راضیم، اگر میخواید برید میتونید برید. حتی فرمودن عباس هم با تو هم هستم. ان الامام علیه السلام یدرک اهمیت المعركه التي يقبل عليها، فهي معركه لا ترتبط بظرفيتها ولا ترتبط باللحظه التاريخيه التي حدثت فيها، ولذلك لكي يخوض معركة بهذه الأهمية لا بد من أن يعتمد على مؤمنين أقوياء. يعني من الصعب أن تفي الحسين حقه. الحسين أطلق صرخة لا يمكن في التاريخ أن تجد لها نظيرا، لا في التوصيف ولا في محاولة إعادة الاكتشاف أو إعادة الكتابة أو إعادة الرسم. أعتقد أن جزء أساسي من النجاح أن يبقى الحسين مطلقا في فضاء التاريخ ومطلقا للأجيال القادمة. امام حسین علیه السلام بار دیگر انتخابش را برای اصحاب شرح می دهد. هر کدام از شما شتری بردارید و دست یکی از اهل بیت را بگیرید و در تاریکی شب در شهرهای خود پراکنده شوید تا خداوند شما را پیروز گرداند. قوم ظالم در طلب من هستند، اما ممکن است کس دیگری را به جای من آسیب برسانند. اینجا یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام دو راه داشتن. میتونستن بگن خب چون ما فایده خاصی نداریم برای ابا عبدالله الحسین و ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم تصمیم گرفتن که حفظ عزت بکنن و اثری در تاریخ باقی بگذارن که با شهادت خودشون که بتونه دین رو در آینده حفظ بکنه، پس دیگه میتونن تنهایی این مسیر رو برن و ما چون فایده نداریم بریم دنبال زندگیمون. اما یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام اون شب اونجا نشستن. یاران به جای این که به امر خدا بخوان بیان به شهادت برسن در این حماسه بزرگ، از ابا عبدالله الحسین علیه السلام اذن خواستن. وضعیت امر به جهاد و شهادت تغییر پیدا کرد به درخواست اذن برای شهادت. هر کسی هم میخواست بمونه و از امام حسین علیه السلام دفاع بکنه، به فرموده امام حسین علیه السلام که خبر داده بودن قطعا به شهادت میرسید. حضرت فرمودن این رو. یه نکته هست که این رو نباید فراموش کرد. در داستان کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه که وارد معرکه میشن و افرادی میاین، خیلی الگاه ها رو باید دور بریزن و فقط موحدانه بیا، بلا اگه کسی موحدانه نمی اومد نمیتونست بیسته، میخریدنش. امام حسین علیه السلام بار دیگر آنچرا که بعد از شنیدن خبر شهادت مسلم ابن عقیل به فرزندان او گفته بود بازگو میکند. ای بنی عقیل،
قتل مسلم برای شما کافی است، می توانید بروید. این سخنی از امام بود که بارها به گوش کاروانیان رسید. اما یاران امام در این شب سرنوشت ساز چگونه عمل خواهند کرد؟ آیا آنها توان رویارویی با لشکر عظیم یزید را خواهند داشت؟ We'll be right back.